مریض ها از من میپرسن که آیا درمان اتومسی بر میگرده؟ ببینید، اگر مسیر رو درست بریم، اگر مسیر تر درمان درست باشه، برای چی برگرده؟ اگر قرار باشه برگرده که اصلا نمیشه کار کرد. اگر شما درست حرکت بکنیم، اگر مریضی باید ازش دندان بکشیم، باید کشیده شود. اگر از مریضی نباید دندان بکشیم، نکشیم. اگر اینکه فکر قرار بزرگش کنیم، با یک روش درستی این رو بزرگش کنیم، یعنی اگر مسیر درست باشه، درمان ارتونسی بر نمیگرده. برای چی برگرده؟ بنابراین اینو باید توجه بکنیم. همیشه هم به دانشجویمون در دانشگاه میگیم مثلا تو بزرگ کردن فک، باید فک بالا رو بزرگ کرد، نه فک پایین رو. چرا؟ چون فک پایین رو اگه ما بزرگش بکنیم، عضلات گونه بر میگردوندش. یا اگه خیلی فک پایین رو کوچیکش بکنیم، زبان اینو برش میگردونه. همیشه فک پایین یه بیس بالا رو بر مبنای پایین میگذاریم. میخوام بگم که باید اینجا فک بالا رو باز کرد. حالا کسی ناهنجاری پایین باشه چیکار بکنیم؟ ممکنه از بیمار دندان بکشیم، ممکنه که دندان رو به سمت عقب ببریم، ممکنه دندان رو به سمت جلو بیاریم. تو فک پایین نمیشه حرکت باز و بسته شدن طرفی به بیمار داد. میخوام بگم بر اساس شرایط بیمار ما باید تصمیم بگیریم و مسیر رو درست بریم. اگه مسیر رو درست بریم، درمان ارتونسی بر نمیگرده و برگشت نخواهد داشت. راست، یعنی میشه از بهوای کلام آقای دکتر رو برداشت کرد که کار دندانپزشکی یه هنره در حقیقت. تا اونجایی که من میگم یک مهارته، یک انتخاب صحیحه در حقیقت، که هم به دانش بستگی داره، هم یه بخشش ذاتیه. حالا این اصطلاح در حقیقت شما هم شنیدید حتما که میگن طرف در حقیقت خیلی خوش دسته، یا مثلا تو دندانپزشکی کار دستش خوبه. این یعنی این که مثل نقاشی میمونه، مثل کار هنری میمونه. نمیدونم شما چقدر با من موافقید. ببینید یه چیز من خدمت شما بگم، زمانی که این ماسکا نبود، وقتی بیمار از دم در میامد، من اصلا تشخیص میدم که این فکش جلو عقب، من با چه حرکتی بهش بدم و 20 سال بعد 10 سال بعد مریض رو تو ذهنم میساختم. حالا امروزه کمتر، البته وقتی مریض میشینه این ماسکو در میاره، دیگه اونجا متوجه میشم. ببینید یک هنری است که تو باید بفهمی که این مریض آیندهش چیه، دو سال بعد، یک سال بعدش چیست. وقتی که فک پایین عقبه، من دارم فک پایین رو میارم جلو، پس میفهمم که این مریض فک پایینش باید بیاد جلو. اگه فک بالاش جلوست، من متوجه میشم برای دو سال بعد مریض، 10 سال بعد مریض، 5 سال بعد مریض، وقتی تحت درمان من قرار بگیره، این فک بالایی که جلوی من دارم میبرمش عقب. این رو یک متخصص بایستی که این پیش بینی رو بتونه بکنه. این پیش بینی رو ما میتونیم بر اساس شرایط بیمار بکنیم. یعنی وقتی که بیمار داره میاد به سمت من، وقتی داره صحبت میکنه و میاد، داره مشکلش رو به من میگه، من متوجه میشم که این دندونا شلوغن، بینش فاصله است، فکو ناهماهنگ هست یا نه، و نوع حرکتم رو در همون لحظه اصلا تشخیص میدم که این به چه سمتی باید این دندان حرکت بکنه و به چه سمتی باید بره و من چه حرکتی باید بکنم و چه دستگاهی باید بهش بدم. ولی حالا امروز ماسک رو که زدن زره کمتر، ولی برای وقتی مریض میخوابه و اون ماسکشو در میاره، از همونجا متوجه میشیم که این رو چه حرکتی بکنیم. پس انتخاب خیلی مهمه. دقیقاً، طرح درمان در ارتودونسی مهمترین قسمت مشکل ما هست، که من ببینم که مشکل چیست و بر اساس نوع مشکل طرح درمان رو بدم و بتونم مریض رو که امروز اومده پیش من، چون درمان ارتودونسی طولانی است، ببینم دو سال بعد مریض من چه خواهد شد. این مریض من در دو سال بعد به چه سمت سویی داره میره، چه دستگاهی باید بهش بدم. یک کار دیگه ای که ما گاهی وقتا میکنیم این هستش که یک کودک رو که به ما مراجعه میکنه، مثلا 8 سالشه، یک نیم نگاهی هم به صورت پدر و مادر بیمار میکنیم، چون ارثی است که از اون میگیره. اگر فک پایین بیماری جلو باشد، در واقع این بیمار اون ارث رو از پدر و مادرش گرفته، چون پدر و مادرش هم ممکنه، یا پدرش یا مادرش یا یکی از اقوام خانواده، اون فک پایینش ممکنه به سمت جلو بوده باشه. بنابراین در اینجا در پدر مادر وراثت هم یک نقشی دارن که از تمام اینها رو با هم دیگه جمع میکنیم. رادیوگرافی بیمارم داریم، معاینه کلینیکی بیمارم داریم و تشخیص میگذاریم که این فک به چه سمتی باید حرکت بکنه و ما چه دستگاهی باید بدیم. بسیار خب، من یادآوری